درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان. زمانی که اخبار مربوط به پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف فرزند محمد باقر قالیباف به کانادا منتشر شد، همه تعجب کردند که چگونه اسناد چنین پرونده‌ای در رسانه‌های عمومی منتشر شده است و چگونه فرزند رئیس مجلس جمهوری اسلامی چنین خطایی مرتکب شده و به این وضوح و با اسناد و مدارک معتبر اقدام او برای مهاجرت دائم و اخذ اقامت دائم کانادا رسانه‌ای شده است. اما حالا انتشار سندهای هک شده از قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که گویا پای یک بازی سیاسی در میان است. به نظر می‌رسد که قالیباف و تیم رسانه‌ای او پس از اینکه متوجه می‌شوند که تیم مربوط به باند محمود احمدی نژاد قرار است اسنادی را تحت عنوان هک سامانه قوه قضاییه در رسانه‌ها منتشر کنند، زودتر و برای گلالود کردن فضا و به انحراف بردن اخبار، خبر مهاجرت اسحاق قالیباف را منتشر می‌کنند. به این ترتیب در صورت انتشار خبر اصلی، این خبر تحت شعاع خبر مهاجرت اسحاق قالیباف قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر اگر هم قضیه بیخ بیشتری پیدا کند، قالیباف آخرین در را برای خود باز می‌گذارد و از فرزندش براءت می‌جوید، کاری که در جمهوری اسلامی سابقه کمی ندارد. قضیه از این قرار است که سندهای هک شده از سامانه قوه قضاییه پرده از راز پولشویی 15 میلیارد دلاری اسحاق قالیباف فرزند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس کشور برداشته است. این خبر که به سرعت در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته، موجی از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. بر اساس اسناد منتشر شده، فرزند محمد باقر قالیباف اسحاق قالیباف در یک شبکه پیچیده پولجویی که شامل قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی و رشوه خواری بوده، نقش کلیدی داشته است و این شبکه با استفاده از صرافی‌های غیر مجاز و شرکت‌های مربوط به بیت کوین و رمز ارز، پول‌های کثیف را به ظاهر قانونی تبدیل و سپس آنها را به خارج از کشور منتقل کرده است. هنوز مقامات رسمی و دولتی به این خبر واکنش نشان ندادند، اما سخنگوی قوه قضاییه از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده است. این افشاگری بار دیگر موضوع فساد اقتصادی در کشور را به صدر اخبار آورده است و اعتماد عمومی به نظام را باز هم بیش از پیش خدشه‌دار کرده است. گفتنی است که در این زمینه به گزارش ایران وایر، اسنادی که گروه هکری از روز سه‌شنبه 1 اسفند ماه 1401 از طریق هک کردن پایگاه داده قوه قضاییه به آنها دست یافتند، همچنین نشان می‌دهد که معاون دادسرای ناحیه 33 تهران در نامه‌ای به دادستان تهران گزارشی از اختلاس، پولشویی و دزدی چندین مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتهام کارشکنی در مراحل مختلف تولید واکسن داخلی منتشر کرده است. یکی از این افراد سعید فخری‌زاده از بستگان نزدیک محسن فخری‌زاده از عوامل سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی است که چندی پیش توسط اسرائیل حذف فیزیکی شد. از دیگر نام‌هایی که در این گزارش آمده است، می‌توان به نام محمود زمانی، مدیر کل بنیاد شهید در دوره تصدی مهدی کروبی و فعال در صنعت نفت اشاره کرد که با اتهام جاسوسی مواجه شده است. در پی انتشار اسناد هک شده از سامانه آنلاین قوه قضاییه که نشان از نقش فرزند محمد باقر قالیباف در پولشویی 15 میلیارد دلاری داشته است، همچنین اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد فردی به نام هادی امانی از بستگان نزدیک ابراهیم رئیسی هم در یک فساد اقتصادی 10 میلیارد دلاری نقش داشته است. بر اساس این اسناد، هادی امانی از طریق رانت و زد و بند به قراردادهای دولتی کلان دست یافت است و با استفاده از شرکت‌های سوری سودهای هنگفتی به جیب زده است. به نظر می‌رسد که با توجه به رابطه نزدیک محسنی اژه‌ای و ابراهیم رئیسی، این خبر تا کنون به صورت فوق محرمانه در سامانه‌های قوه قضاییه نگهداری می‌شده است. در حالی که ابعاد فقر در ایران روز به روز گسترده‌تر می‌شود و
اقشار بیشتری به زیر خط فقر می روند، ماجرای دزدی ها و اختلاس ها در میان سران جمهوری اسلامی و نزدیکان آنها روز به روز مردم ایران را با این واقعیت بیشتر آشنا می سازد که جمهوری اسلامی تنها یک رژیم دیکتاتوری دزد و اختلاسگر پرور است. چندی پیش نشریه اقتصادی فوربس سیستم حکومتی حاکم بر ایران را فساد پرورترین سیستم سیاسی در جهان خطاب کرده بود. این در حالی است که چندی پیش هم واکنش ها به فساد گسترده چند میلیارد دلاری در پرونده واردات چای موج رسانه‌ای به همراه داشت. در آن زمان حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این پرونده گفته بود که مجموع اختلاس های صورت گرفته در پرونده های فساد در جمهوری اسلامی به 57 میلیارد دلار می رسد. مبلغی که با آن می شود یک کشور کوچک اروپایی را به طور کامل خریداری کرد. در این رابطه وبسایت خبر آنلاین گزارش کرده بود که فلاحت پیشه گفته است که این رقم اختلاس برابر با کل وامی است که کشوری مانند کره جنوبی از صندوق بین المللی پول تا کنون و در تاریخش دریافت کرده است و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود حالا در جمع 10 اقتصاد برتر دنیا قرار گرفته است. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دادن هشدار درباره سیر سعودی اختلاسگر پروری در ایران گفته بود که فسادهای اخیر و پرونده‌های مالی جدید حاصل میل مسئولان به مدیریت استصوابی است که در آن شایسته سالاری به طور کل نادیده گرفته می شود. به گفته او مادامی که این روحیه در میان مدیران جمهوری اسلامی حاکم است، هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید. گفته ای که گویا به واقعیت تبدیل شده است. فلاحت پیشه ایران را ضعیف ترین کشور در حوزه قوانین مبارزه با پولشویی دانست و تأکید کرد که 142 هزار مصوبه دولت ها، 12 هزار قانون مجالس، 10 هزار آیین نامه و بخشنامه و 7 هزار آرای قضایی به هزار توی تبدیل شده است که ماحصل آن فساد و کمکاری است و هیچ تأثیری بر کاهش دزدی ها در کشورمان نداشته است. او پیش از این با انتقاد از روی کرده دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفته بود که رسوایی فساد چای در این دولت رخ داده و مجلس هم در برابر این پرونده سکوت کرده است. حالا مشخص می شود که گویا رسوایی فساد چای و رسوایی پولشویی فرزند محمد باقر قالیباف دو کفه ترازویی بودند که به خوبی سهمشان را به رهبر جمهوری اسلامی ادا کردند و با نظارت بیت علی خامنه ای به غارت اموال مردم ایران پرداختند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.